بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: حمله جبهه آزادی در بغلان، 3 طالب کشته شد. حمله راکتی بر پاسگاه طالبان در تخار، 5 طالب کشته و زخمی شد. جزئیات بازداشت 37 مهاجر افغانستانی توسط پلیس ترکیه. و در ادامه این گزارش: باجگیری و فشار طالبان در دایکندی، 15 نهاد کمک رسانی متوقف شد. برای جزئیات بیشترین گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. جبهه آزادی میگوید که 3 عضو طالبان در پروان در یک حمله این جبهه کشته شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته است که در حمله اعضایش بر قرارگاه طالبان در منطقه دوسرکه ولسوالی بگرام پروان، 3 طالب کشته و 2 نفر دیگر زخمی شده است. به گفته جبهه آزادی افغانستان، این حمله ساعت 1:30 دقیقه شب گذشته انجام شده است. این جبهه افزوده است که نیروهایش نزدیک به 1 ساعت با طالبان درگیری داشته است. در همین حال جبهه آزادی افغانستان اضافه کرده است که 2 اراده رنجر طالبان نیز در این حمله تخریب شده است، اما طالبان تاکنون به ادعای جبهه آزادی هیچ چیزی نگفته است. باید افزود که جبهه آزادی افغانستان دیروز نیز اعلام کرده بود که در حمله نیروهایش در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان، 2 جنگجوی طالبان را کشته و 4 جنگجوی دیگر این گروه را زخمی کرده است. و در ادامه این گزارش: حملات راکتی بر یک پاسگاه طالبان در تخار، 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شده است. منابع در تخار میگویند که در یک حمله راکتی بر پاسگاه طالبان در ولسوالی فرخار، 2 نیروی سرحدی گروه طالبان کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شده است. یک منبع معتبر گزارش داده است که این حمله حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته بر یک پاسگاه نیروهای سرحدی طالبان در راستای تنگه منطقه دشت روبات انجام شده است و منبع گفته است که چند گلوله راکت به این پاسگاه اصابت کرده است. یک منبع صحی دیگر نیز میگوید که از این حمله 2 کشته و 3 زخمی طالبان به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده است. با این حال هنوز فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت تخار نیز به گونه رسمی در این مورد چیزی نمیگوید. و گزارش دیگر داریم این که نیروهای ترکیه 37 پناهجوی اهل افغانستان را بازداشت کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده است که نیروهای این کشور 37 پناهجوی اهل افغانستان را بازداشت کرده است. این خبرگزاری روز یکشنبه 27 سنبله با نشر گزارش نوشته است که این افراد از منطقه آیواجه که ولایت چناق شناسایی و طی عملیات بازداشت شده است. این رسانه ترکیه از این پناهجویان به عنوان مهاجران غیر قانونی یاد کرده و گفته است که یک نفر از آنها به اتهام قاچاق انسانی بازداشت شده است. بر اساس گزارش های آناتولی، این افراد شامل 11 زن، 10 مرد و 16 کودک می شود. باید افزود در گزارش این رسانه آمده است که 3 قایق متعلق به قاچاقبران انسان نیز ضبط و پناهجویان به اداره مهاجرت آیواجک تحویل داده شده است. باید افزود که ترکیه در اواخر بازداشت پناهجویان اهل افغانستان را از شهرهای مختلف ترکیه افزایش داده است. و گزارش دیگر این که باجگیری و فشار طالبان در دایکندی، 15 نهاد کمک رسانی فعالیت‌هایشان را در دایکندی متوقف کرده است. منابع محلی در دایکندی میگویند که فعالیت دستی کم 15 نهاد کمک رسان از آغاز سال جاری میلادی در این ولایت متوقف شده است. این منابع دلیل توقف فعالیت‌های نهادهای کمک رسانی را محدودیت، باجگیری و فشار طالبان می‌خواند. یک از منابع مدعی شده است که امین‌الله عبید، والی طالبان در دایکندی، محمدالله اقبال خواهرزاده‌اش را به عنوان رئیس اقتصاد این ولایت گماشته و از این طریق از مؤسسات کمک رسانی باج می‌گیرد. منابع ادعا کرده است که در روند توزیع کمک‌ها نیز تبعیض وجود دارد و بیشتر کمک‌ها به مناطق پشتون نشین انتقال داده می شود، در حالی که دایکندی عمدتاً هزاره نشین می باشد. این منابع می گویند که مسئولان طالبان از جمله عنایت الله، برادر رئیس اقتصاد طالبان، در سروی نهادهای امدادرسان دخالت می کند و افراد مستحق را به بهانه‌های مختلف از کمک محروم می کند. با گفته منابع در تازه ترین مورد، والی طالبان در دایکندی مسئول سازمان بین المللی مهاجرت را در دفتر کارش تهدید کرده و همچنان سلی زده است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.